روزنامه ایران گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه هوشمندسازی نانوایی ها توصیف کرده و نصب کارتخانهای هوشمند در نانوایی ها. طرحی است که دولت از استان زنجان آغاز کرد به عنوان استانی که محل اجرای آزمایشی این طرح بود و بعد اون رو گسترش داد به استان گیلان، به استان خراسان رضوی، استان قزوین و شمالی دیگر از استانها، حالا به تهران هم رسیده. و به نوشته روزنامه ایران در حال حاضر مشغول هستند حدود 6800 کارتخان رو در نانوایی ها نصب کنند نهادهای مربوطه و بعد از اون قرار است تمام 9000 نانوایی تهران به این کارتها به این کارتخان ها مجهز بشن. اما روزنامه ایران تاکید کرده، روزنامه که نزدیک است به دولت، تاکید کرده که مقام های دولتی هدف از اجرای این طرح رو مقابله با قاچاق آرد عنوان میکنند. اما این همه ماجرا و همه واقعیت نیست. روزنامه اعتماد با تیتر نان کارتی به تهران رسید، ابعاد دیگری از ماجرای نان کارتی و طرح دولت در این باره رو منتشر کرد. این روزنامه نوشته که این طرح در چند فاز اجرا خواهد شد. فاز اولش به نوشته روزنامه اعتماد این هست که این کارتخانهای هوشمند رو در نانوایی ها تجهیز میکنند، نصب میکنند و افراد و خانوارها فقط میتونن از این پس از طریق این کارتخانها نان خریداری کنند. اما قیمت نان در فاز اول افزایش پیدا نمیکنه. در فاز دوم به نوشته این روزنامه سهمیه‌ای برای خانوارها در نظر گرفته میشه، یا بر اساس تعداد یا بر اساس وزن و کیلوگرم محدود میشه میزان خرید خانوارها. و در فاز سوم قیمت نان آزاد میشه و یک سهمیه‌ای هم از قبل مشخص شده. اما موضوع دیگری که روزنامه ها به اون توجه کردن موضوع اظهارات ابراهیم رئیسی. روزنامه سپید نوشته که ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در واقع گفته که در تماسی با یکی از رؤسای یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در دوره کرونا، این رئیس دانشگاه گفته که یک اتفاق بزرگی افتاده و نیروهای بسیج و طلبه ها آمدن در بیمارستان ها به پزشکان و پرستاران یاد میدن که چطور با مردم مواجه بشن. حالا رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران نامه‌ای نوشته به ابراهیم رئیسی و خواستار عذرخواهی رئیسی شده و گفته که این ادعایی است گزاف و پزشکان و پرستاران جان خودشون رو در مبارزه با کرونا فدا کردن. صدها پزشک و پرستار در ایران جان باختن و امروز تاوان اون فداکاری و ایثاری که پزشکان و پرستاران برای مقابله با کرونا و نجات جان مردم از خودشون نشون دادن رو به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس دولت 13 با این حرفا در واقع ضایع میکنه و اهانت کرده به پزشکان و پرستاران. این تنها موضوع یا جفایی نیست که به پزشکان و پرستاران این روزها روا میشه. یکی دیگر از گزارش های روزنامه سپید مربوط است به موضوع اخراج پرستاران و همچنین تأخیر 13 در پرداخت معوقات پرستاران و نوشته که علاوه بر این حدود 5 تا 10 هزار آمارها متفاوت است پرستار رو اخراج کردن بعد از کاهش میزان کرونا در ایران. حالا مشخص شده که حقوق معوق برخی از پرستاران 13 ماه است که پرداخت هم نشده.